میخائیل لهستانی 18 سال دارد. او عضو یک گروه شبه نظامی موسوم به تیراندازان است. در شهر کوچک در 80 کیلومتری پایتخت لهستان هستیم. الحاق کریمه به روسیه باعث نگرانی همسایگی غربی اوکراین یعنی لهستان شده است. ده ها هزار نفر از مردان و زنان ورزشکار و ورزیده لهستانی به واحدهای دفاعی پیوستند. میخائیل یکی از این افراد است. گروه شبه نظامی تیراندازان برای آموزش از اسلحه های مصنوعی و غیر واقعی استفاده می کند. اما میخائیل و پدرش اسلحه واقعی نیز دارند که در محلی امن در زیرزمین از آن نگهداری می کنند. این تجهیزات من است. چه هزینه‌ای برای تمام این تجهیزات پرداخته اید؟ 2000 زلوتی لهستان، حدود 500 یورو. و به کدامشان بیش از همه افتخار می‌کنی؟ این جلیقه ضد گلوله که از نیروی دریایی آمریکا می‌آید. میخائیل، شما به ایالات متحده رفتید و در آنجا خرید اسلحه ساده تر است. نظرتان درباره خرید و داشتن سلاح در لهستان چیست؟ به نظرم در لهستان باید دسترسی به اسلحه ساده تر شود، چون کشور ما از سمت مرزهای شرقی و کشورهای جهان سوم تهدید می شود. درباره تمرین تیراندازی هم فکر می کنم همه باید به محدوده تیراندازی به سادگی دسترسی داشته باشند. باید در همه شهرها محدوده مخصوص تمرین تیراندازی وجود داشته باشد تا همه آمادگی لازم را داشته باشند. دولت لهستان شروع به راه اندازی نیروی دفاعی زمینی یا نیروی دفاعی منطقه‌ای کرده است. نوعی نیروی شبه نظامی برای تقویت بنیه دفاعی لهستان در برابر سناریوی حمله نیروهای مختلط روسیه. قرار است تا سال 2023 میلادی این نیروی متشکل از غیر نظامی‌ها که به طور نیمه وقت درگیر کارهای نظامی می‌شوند، 53,000 نفر عضو داشته باشد. در لهستان بحث در این باره ادامه دارد. این نیروهای غیر نظامی باید چه نوع اسلحه‌ای داشته باشند؟ تجهیزات سنگین، اسلحه سبک، پهپاد؟ اصلا این نیروها هیچ فایده‌ای برای وضعیت دفاعی لهستان و برای ساختار امنیتی ناتو خواهند داشت؟ اوضاع به کدام سمت سو خواهد رفت؟ دولت پوپولیست و دستراسی لهستان می‌خواهد نیروهای داوطلب شبه نظامی را یکی کند و نیروی دفاع منطقه‌ای را خلق کند. راه انداختن این نیروی شبه نظامی جدید 800 میلیون یورو هزینه خواهد داشت. ورشو به ایده پیاده نظام سبک متمایل است. تجهیزات اصلی آنها تفنگ ساخت لهستان، موشک‌های ضد هوایی و ضد تانک و پهپاد است که در اختیارشان قرار گذاشته خواهد شد. فکر می‌کنم بزرگترین تهدید برای لهستان ملت روسیه و پوتین است. در بدترین حالت ممکن نیروی دفاع منطقه‌ای نقش نیروی چریکی را بازی خواهد کرد. اما معلوم نیست تهدید حمله نیروهای ترکیبی روسیه چقدر جدی باشد. هیچ اقلیت روس یا گروه طرفدار روسیه در لهستان وجود ندارد. در صورت وقوع درگیری، حمله انبوه نیروهای متعارف در شرق لهستان برای روسیه عقلانی تر است. در این صورت برای مقابله با حمله تانک‌ها از پیاده نظام سبک متشکل از نیروهای شبه نظامی کار زیادی ساخته نیست. دولت لهستان امید زیادی به نیروهای شبه نظامی دارد. این تمایل برای دموکراسی و وضعیت دفاعی لهستان به چه معناست؟ خوب است یا بد؟ حدود 17,000 لهستانی داوطلب پیوستن به نیروهای دفاع منطقه‌ای شدند. میخائیل اما نمی‌خواهد به این نیروها ملحق شود. از نظر او این نوع واحدها نوعی ارتش موازی بیرون از ساختارهای تثبیت شده نظامی است. با خلق این نیروی دفاع منطقه‌ای ماسیروویچ وزیر دفاع لهستان ارتش خصوصی خودش را می‌سازد. به نمونه گارد ملی آمریکا نگاه کنید که برای سرکوب مردم به کار می‌رود. من مفهوم این نوع نیرو را نمی‌پسندم. گروه تیراندازان 25 عضو دارد. 3 زن هم در این گروه وجود دارند. فرمانده آنها سرباز سابق ارتش است که تجربه حضور در میادین بین‌المللی را دارد. وزارت دفاع 3 بار از او درخواست کرده که مدیریت ساختار محلی را بر عهده بگیرد. او میگوید
من نمیدانم در سر وزیر دفاع چه میگذرد، در نتیجه نمیدانم دقیقاً چه نقشه‌ای ریخته است، اما با خواندن متن قانون و مقررات جدید روشن میشود که نیروی دفاع منطقه‌ای ممکن است استفاده های دیگری به غیر از آنچه رسما اعلام شده است داشته باشد. این پادگان که سابقش به دوران حکومت تزاری برمیگردد، ستاد نیروی دفاعی منطقه است. سخنگوی این نیروها به مزایای این نیرو اشاره می‌کند. او می‌گوید مردم محلی انگیزه قوی برای دفاع از خانه‌هایشان دارند و با زیرساخت‌های محلی هم آشنا هستند. اصلا خطر اینکه نیروهای دفاع منطقه ای علیه شهروندان لهستان به کار گرفته شود وجود ندارد. خلق نیروی دفاع منطقه ای صرفا پاسخی است به وضعیت متغیر ژئوپلیتیکی به خصوص در اروپای مرکزی و شرقی. ما تنها کشوری نیستیم که چنین نیرویی را ایجاد کرده ایم. اولین کشورهایی که چنین نیرویی درست کردند سوئیس و کشورهای اسکاندیناوی بودند. اما در اروپای شرقی هم چند کشور مثل کشورهای بالتیک، رومانی و بلغارستان چنین نیروهایی دارند. به سراغ وزیر سابق دفاع لهستان می رویم که از مخالفان شدید ایجاد نیروهای دفاعی منطقه است. از نظر او این کار اتلاف هزینه است. او این نیروها را نوعی ارتش چریکی می داند که مناسب قرن 21 نیست. او می گوید که منابع مالی باید صرف تقویت دفاع سایبری لهستان و خرید تجهیزات نظامی مدرن شود. اما چیزهای دیگر هم وجود دارد. مسئله دیگر این است که ما سرباز آخر هفته خواهیم بود، یعنی آموزشمان آخر هفته ها خواهد بود. گمان می کنم این نوع آموزش های فوق‌العاده باید برای سربازهای ذخیره انجام شود که بخشی از ارتش عادی هستند تا تمام مهارت ها و توانایی های نظامی را داشته باشند. سربازان ذخیره کمک مهمی برای ارتش معمولی هستند. این سربازهای آخر هفته که می خواهند درست کنند هیچ فایده ای ندارند. اسلاومیر تحلیلگر سیاسی و منتقد سیاست‌های دولت دست‌راستی پوپولیستی لهستان است. حزب حاکم با انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی دست به سازماندهی ارتش نیمه وقت زده. این ارتش امنیت کشور را بیشتر نمی‌کند. اگر بتوانید 50,000 نفر را در حوزه انتخابیتان سازماندهی کنید، مثل این است که برای وزیر دفاع رأی 50,000 نفر به اضافه خانواده‌هایشان را جمع کرده اید. دوباره به سراغ خانواده میخائیل می‌رویم. کل خانواده او طرفدار اروپا و ارزش‌های اروپایی مثل آزادی، تساهل و تسامح و تنوع فرهنگی است که با میهن‌پرستی ریشه‌دار لهستانی مخلوط شده. در جنگ جهانی دوم، اجداد میخائیل در نبردهای مونته کازینو در ایتالیا و در ورشو شرکت داشتند. به خاطر سابقه خانوادگی بود که تصمیم گرفتم به گروه تیراندازان بپیوندم. مردان چند نسل خانواده من سرباز بودند. مثلا این عکس را ببینید. پدر بزرگم است که در سواره نظام بود و عالی‌ترین مدال ارتش لهستان ویرتوتی میلیتاری را برای شجاعت دریافت کرده بود. من می‌خواهم این سنت خانوادگی را ادامه بدهم. جشن‌های رنگارنگ برای بزرگداشت روز قانون اساسی در سراسر لهستان برگزار می‌شود. میخائیل و گروه تیراندازان او هم در این جشن‌ها شرکت دارند. آنها هم بخشی از جامعه لهستان هستند. پیام آنها واضح است. در برابر هر تجاوزی متحد سر جایمان ایستاده‌ایم.